سرخط خبرها. آغاز سال 1400 شمسی، رهبران جهان نوروز را تبریک گفتند. سال نو در زندان‌های ایران، 28 زندانی سیاسی در اعتراض به حکومت 3 روز اعتصاب قضا کردند. آمادگی پایتخت نوروزی افغانستان برای جشن میله گل سرخ، مسئولان میگویند تدابیر امنیتی در مزار شریف را افزایش دادند. و فنلاندی‌ها شادترین مردم جهان، افغانستان در قعر جدول رضایتمندی از زندگی قرار گرفت. سلام، سال نوتون مبارک. خوش آمدید به اولین بخش زنده خبری امروز، اول فروردین سال 1400 خورشیدی، از تلویزیون فارسی بی بی سی با من باران عباسی. در ایران برخی از مردم بعد از تحویل سال در خیابان‌ها شادی و پایکوبی کردند. آنها در سالی که گذشت با بحران شیوع کرونا مواجه بودند و فشارهای اقتصادی سختی را متحمل شدند. مقام‌های ارشد حکومت ایران در پیام‌هایشان به مناسبت سال نو وعده بهبود شرایط را دادند. در همین حال چهره‌های مخالف حکومت هم خواستار تغییر اوضاع شدند. هادی نیلی گزارش می‌دهد. روز نو، سال نو، شاید حال نو، بهانه‌ای برای شادی و پایکوبی با غریبه و آشنا در خیابان. چه آن را به عنوان آخرین سال قرن بشناسند و چه به عنوان نخستین سال قرن نو، با این آرزوی همیشگی که حال نیکوترین حالها شود. مردمی که در این سال سپری شده هم با همه‌گیری بیماری کرونا دست و پنجه نرم می‌کردند و خیلی از آنان در سوگ عزیزانشان نشستند و هم زیر فشارهای اقتصادی که بیش از پیش سفره‌شان را تنگ و خالی کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. آنهایی که تکلیف خیلی از این حال و روز مردم در دست آنهاست وعده بهبود می‌دهند. از رهبر جمهوری اسلامی ایران که با نگاه به رأی‌گیری خرداد ماه برای رئیس جمهور بعدی سال نو را حساس و تعیین کننده خوانده. انشاءالله جهش تولید به معنای واقعی کلمه در امسال انجام بگیره. لذا من شعار امسال رو اینجور تنظیم کردم: تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها. یا مقلب القلوب. رئیس جمهوری ایران که در این آخرین نوروز دولتش وعده شکست تحریم داده. سال آینده سال دسترسی گسترده مردم به واکسن و مهار کرونا و سال بهره‌گیری از مقاومت 3 ساله و پایان تحریم ها خواهد بود. رهبران کشورهای دیگری هم برای نوروز پیام دادند. نخست وزیر کانادا که کشورش میزبان گروه بزرگی از مهاجران ایرانی است، هم نوروز را تبریک گفته و هم با رنج و اندوه جامعه ایرانیان کشورش همدردی کرده. برای برخی این دومین نوروز بدون عزیزانشان است که در تراژدی هواپیمای اوکراینی از دست رفتند. در آمریکا رئیس جمهوری جو بایدن در بیانیه این نوروز را به مردم ایران و کشورهای دیگری که آن را جشن می‌گیرند تبریک گفته، برخلاف رئیس قبلیش باراک اوباما که پیام تصویری می‌داد. اما وزیر خارجه اش هم پیام تصویری داده. نوروز پیروز. چهره‌های مخالف حکومت ایران در خارج کشور هم پیام دادند. همه با هم بخواهیم که سال 1400 سال روزگار نو ایرانیان باشد. سال پایان سختی ها و دوری ها، سال به بار نشستن همدلی ها، سال نه بزرگ به جمهوری اسلامی، سال آغاز سال 1400 گوشاتونو بگیرید. برای مردمی زیر ضرب روزگار، تغییر سال شاید نویدی باشد از تغییر در حال و روزگار. سال 1400 بر ایران مبارک.
100 سال به از این سالها. هادی نیلی، بی بی سی. شماری از زندانیان سیاسی در ایران اعلام کردند که در اعتراض به آنچه ظلم موجود خواندند 3 روز اعتصاب قضا می کنند. همزمان بسیاری از خانواده هایی که فرزندانشان را در سالهای گذشته در اعتراضهای سراسری از دست دادند تحویل سال را بر مزار آنها گذراندند. فرین آسمی گزارش می دهد. سفره را بردم به عشقت و انداختم اینجا مامان. سال نو، حکایت قدیمی. همونجا که تو حبسی منم پیشت وایستادم. قصه پرغصه خانواده زندانیان سیاسی در ایران. زندان 1400 و نوروز با زندانیان دو هشتگی بودند که در روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی بسیار استفاده شد. بیشتر هم برای یاد کردن از زندانیانی که برای نوروز با آنها مرخصی داده نشد. خانواده بسیاری از زندانیان سیاسی هر سال موقع سال تحویل در کنار زندان بودند. امسال اما یک تفاوت دارد. در روزهای منتهی به سال نو بسیاری از زندانیان سیاسی را به شهرهای دیگر منتقل کردند. 1000 نفر تو این زندان. این تصویری است که حسین دائمی، پدر آتنا دائمی، سال گذشته از مقابل زندان اوین منتشر کرده بود. امسال اما آتنا به زندان لاکان رشت منتقل شد و خانواده‌اش در تهران هستند. خانواده کسرا نوری، درویش زندانی، میگویند او را پیش از سال نو از زندان اوین به زندان عادل‌آباد شیراز تبعید کردند. حالا خانواده او برای دیدنش باید 1000 کیلومتر سفر کنند. این فایل صوتی را کسرا نوری امروز از زندان عادل‌آباد شیراز به بیرون فرستاده. برای خانواده و دوستان سخت بود که شب عید متحمل نگرانی شدند. اما این نگرانی و رنج‌ها در ذیل و پیوستگی رنج‌هایی باید خونده بشه که لحظه تحویل سال همه ما رو غم‌بار رو تلخ کرده. همه بسیار مردمی که اسیر فقر، گرسنگی، آوارگی و حاشیه نشینی هستند و زیر بار سرکوب و خفقان استبداد نفس می‌کشند. فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی، زندانی سیاسی، هم سفره هفت سینش را در نزدیکی زندان برپا کرده. اما نوروز برای خیلی ها متفاوت بود. اینجا خانواده محمد حسین قنواتی و احسان عبدالله نژاد سال را بر مزار آنها تحویل کردند. هر دوی آنها در اعتراضهای آبان 98 در بهبهان با شلیک گلوله کشته شدند. این هم سفره هفت‌سین بهیه نامجو، مادر نوید افکاری است، با عکسی از او در دستش. نوید افکاری در جریان اعتراض‌های مرداد 97 در شیراز بازداشت و به اتهام قتل و محاربه زندانی و در نهایت اعدام شد. دو پسر دیگر او، وحید و حبیب، همچنان در سلول انفرادی هستند. یکی دیگر از زندانیانی که سال گذشته جانش را از دست داد، بهنام محجوبی بود، درویش زندانی که مقام‌های قضایی گفتند به دلیل مسمومیت دارویی درگذشته. بعضی وکلا و زندانیان در دسترس بودن دارو در زندان را زیر سوال بردند. بتول حسینی و دیگر اعضای خانواده او هم سفره هفت‌سینشان را بر مزار پسرش پهن کردند. مادر مهرداد معین‌فر از کشته شدگان اعتراضهای آبان 98 هم در کنار هفت‌سینش خواستار دادخواهی از جمهوری اسلامی شده. و از مردم هموطنانم میخوام تماشاگر ظلم و بی‌عدالتی نباشند. نوروز برای 28 نفر از زندانیان سیاسی با اعتراض آغاز شده. اعتراض به آنچه ظلم موجود می‌خوانندش. حالا روزی نو آغاز شده، حتی در زندان، جایی که از هفت سین نوروز سین سلول را دارند. اما این هم امید را از آنها نگرفته. فرین آسمی، بی بی سی. خب قبلا اعلام کردم که امروز اول فروردینه، ولی به من اطلاع دادن که فرداست و یه فرصتی هست که فردا هم دوباره تبریک بگیم. اما درباره زندانیان سیاسی، امیر نوری، برادر کسرا نوری، درویش گل‌آبادی، زندانی از تهران با ما هستند. آقای نوری، وضعیت برادر شما چطور الان؟ کسرا رو من یک گذشته از اتفاق میدم و البته الان که کسرا در زندان عادل‌آباد، روز گذشته از اوین تبعید شد به عادل‌آباد. کسرا آذر ماه سال 98 از زندان فشافویه به زندان عادل‌آباد شیراز تبعید شد. بعدها ما پیگیری کردیم که به حال این تبعید غیر قانونیه. کسرا محل اقامت خانوادش تهرانن و اونها نپذیرفتن. اما آقایون بعداً با استناد به ماده 513 آیین دادرسی کیفری که میگه محل فرد زندانی باید در محل اقامت خانوادهش و محل اقامت زندانی نزدیک به محل اقامتش زندانیشو بکشه، کسرا رو
دادن به اوین تهران با یک روایت خیلی دردناک. آبان ماه امسال 99 دستا رو منتقل کردن به اوین، اما 50 روز بیشتر طول نکشید که دوباره با استناد به همون آیین دادرسی کیفری ماده 513 کسرا رو منتقل کردن به عادل آباد. صحبت که کسرا محل خانوادهش شیراز و به شیراز بردنش دوباره. دلیل اینکه این کارو کردن رو به شما گفتن، توضیح ارائه دادن به شما؟ نه، دلیلی که نیازی نمیبینن تو کارهای غیرقانونی خود بدن. از یک چیز خیلی مهمی که وجود داره، موازین حقوق بین الملل هم میگه که جابجایی و آوارگی انسانها جنایت علیه بشریته. این جابجایی های ناخواسته بدون قانون اجباری و بدون هماهنگی که در این یک ماه اخیر داره اتفاق میفته، آوارگی این جنایت علیه بشریته. این آوارگیه که یک زندانی به حال اونجا محل زندگیشه، اون داره در زندان زندگی میکنه. شما وقتی این جابجایی رو انجام میدهید، هم برای خود زندانی هم برای خانوادهش یک رنج مضاعفه و اینها به راحتی دارن قانون رو نقض میکنن با استفاده از یک ماده 513 بهانه جویی میکنن، زندانی ها رو به عنوان محل به شهر مختلف داریم، رشت، به شهر آمول، خیلی انتقال، کرج، بله، اقامتتون آنجا. خیلی ممنونم ازتون امیر نوری، برادر کسرا نوری. ممنون که وقتتون رو به ما دادین و عذرخواهی میکنم به خاطر کیفیت بد صدا. در شهر مزار شریف که به پایتخت نوروزی افغانستان معروف است، مسئولان امنیتی میگویند برای تجلیل از این جشن باستانی تدابیر امنیتی را افزایش دادند. حال و هوای نوروزی امسال با آنچه که سال گذشته به علت همه‌گیری کرونا رخ داد کاملا متفاوت است و به نظر می‌رسد که نگرانی از ویروس کرونا به اندازه‌ای نبوده که مانع از حضور افغان‌ها در مراسم میله گل سرخ شود. همکارم علی حسینی از کابل با ماست. علی، بیشتر برامون بگو از این مراسمی که در مزار شریف برگزار میشه. خب با یک ماهی فروش صحبت کردیم، میگفت که طی چند روز اخیر روزانه 100 تا 120 کیلو ماهی فروخته. یعنی نشان میده که چقدر اوضاع نسبت به سال گذشته متفاوت است. حالا اگر نگیم سال گذشته، در این روزها حتی شاید 4-5 کیلو هم نفروخته به خاطر که کرونا بوده. والی بلخ هم گفته که از شهروندان مزار شریف و از شهروندان ولایت بلخ خواسته که از مهمانهای نوروزی آنطور که شایسته و بایسته است پذیرایی کنن. همچنین گفتن اصطلاحا کمربندهای امنیتی رو افزایش دادن برای تامین امنیت بیشتر. این در سطح ولایت بلخ. در کل افغانستان وزارت اطلاعات فرهنگ گفته که در ولایت‌های بیشتری و به صورت گسترده‌تری می‌خواهند از نوروز تجلیل کنن. فردا هم ریاست جمهوری افغانستان برنامه ویژه‌ای دارن. به طور کلی میشه گفت که نوروز 1400 نوروز 1399 نیست. خیلی پس نگران نیستن مردم از اینکه ممکنه که مبتلا به کرونا بشن؟ کرونا که میشه گفت که برای بسیاری از افغان‌ها این روزها طی روز شاید یادشان برن که اصلا کرونایی هست یا نیست. یعنی از اون گفتگوهای روزمره خارج شده، گرچه وزارت صحت عامه هر روز آمارها را اعلام میکنه، ولی خیلی خیلی کم است نسبت به آمارهای کشورهای منطقه، به ویژه ایران بسیار کمتر است. به هر حال میشه گفت که یک نگرانی دیگر نیست بین افغانستان، ولی وزارت صحت عامه میگه که تدابیر را رعایت کنه. این از کرونا. بخش ناامنی اما همچنان نگرانی ها بیشتر است، گرچه نیروهای امنیتی گفتن که تدابیر ویژه روی دست گرفتن. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اما گفته که ابراز خرسندی کرده که سال جدید همراه شده با تلاش های جدی در راستای به دست آوردن صلح. بسیاری از افغان ها، اگر نگم همه افغان ها، امیدوارن که سال 1400 سال پایان جنگ و خونریزی باشه. خیلی ممنونم از علی حسینی از کابل. نگاهی بندازیم به سرخط خبرهای مهم روز. با آغاز سال نو در ایران، برخی از مردم در خیابان‌ها به جشن و پایکوبی پرداختند. رهبران بعضی از کشورها هم در پیام‌های نوروز را تبریک گفتند. 28 زندانی سیاسی ایرانی در اعتراض به حکومت سال نو را با اعتصاب غذای 3 روزه آغاز کردند.
شرکت ابر آروان که از ارائه دهندگان خدمات اینترنتی در ایران است، از یک حمله سایبری به تاسیسات خود خبر داده. این شرکت اما گفته هکرها به اطلاعات مشتریانش دسترسی نیافتند. توقف عملیات این شرکت واکنش تعدادی از صاحبان کسب و کارهای اینترنتی در ایران را به دنبال داشته. ابر آروان شرکتی است که در حال آماده سازی زیرساخت‌های اینترنت ملی است. امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت در کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، از تورین ایتالیا با ماست. آقای رشیدی، شما چقدر اطلاع دارین از ابعاد این حمله؟ سلام، ضمن تبریک سال نو به شما و همه عزیزانی که نوروز رو جشن میگیرن، یه اصلاح کوچیک. من با کمپین مدتی کار نمی‌کنم، اما در مورد این حمله ما هنوز جزئیات دقیقی نداریم که چه کسی مسئول بوده، به چه شکلی حمله انجام شده و چه ضعفی باعث شده که این حمله انجام بشه. اما خب الان تقریبا فکر کنم دو روزی هست که به شدت مشغول هستن برای اینکه بتونن اطلاعاتی که از دست رفته رو بازیابی کنن. به نظر میاد حمله هدفش اینطور که خود این شرکت اعلام کرده تخریب اطلاعات بوده و الزاما به دنبال به سرقت بردن چیزی نیستش. و تو آخرین گزارش هم که خود این شرکت رو وبسایتش منتشر کرده بود، مشغول در واقع حدودش 90% بازیابی شده و با همکاری یه سری از مهندسین آلمانی هم که همکارانشون هستن دارن سعی میکنن که باقی اطلاعات رو هم بازیابی بکنن. در مقدمه هم گفته شد که واکنش تعدادی از صاحبان کسب و کارها رو به دنبال داشته این حمله. این شرکت چقدر اهمیت داره و چقدر میتونه تاثیر بذاره چه این حمله های روی صاحبان کسب و کار؟ بخش خیلی زیادی از کسب و کارها، وبسایت های خبری دولتی غیر دولتی، دارن از خدمات شرکت ابر آروان استفاده میکنن. در واقع خیلی محبوب و در واقع مشتریان خیلی زیادی دارن، حتی بیرون از ایران هم یک سری مشتری دارن. بنابراین شاید بشه گفت، حالا من دقیق با عدد و رقم مطمئن نیستم، ولی شاید بشه گفت یکی از بزرگترین شرکت های خدمات دهنده ابری هستن. با توجه به اینکه از نظر زمانی خیلی بد زمان بدی اتفاق افتاد، یعنی شب سال نو که خیلی از این سرویس‌های خدماتی وجود داشتن، می‌خواستن کالایی رو برای مردم بفروشن یا حالا هدیه نوروزی مردم می‌خواستن تهیه کنن، طبیعتاً خسارت عمده‌ای به نظرم به این شرکت‌ها وارد شده. و امیدوار هستم که در واقع این شرکت سعی کنه در عین حالی که توضیح میده که مشکل چرا به وجود اومده و در واقع راه حلش برای آینده چی هست، خساراتی که به این شرکت‌ها وارد شده رو هم بتونن جبران بکنن. چقدر ممکنه این حمله ارتباط داشته باشه با اینکه این شرکت در حال ساخت پروژه اینترنت ملی هستش؟ ما جزئیاتی از این حمله نمیدونیم، برای همین نمیتونیم واقعا گمانه‌زنی بکنیم که به چه چیزی میتونه ربط داشته باشه. ولی خب همونطور که گفتین، انتقاداتی نسبت به این شرکت بابت قرارداد ابر ایران که در واقع توی اینترنت در توییتر متنش منتشر شده بود، در واقع متوجه این شرکت بود. شرکت توضیحاتی رو داد ولی به نظر میاد کاربرا خیلی قانع نشدن با توضیحاتی که دادن و نقشی که دارن در واقع تو پروژه ابر ایران بازی میکنن. ولی چون هنوز ما جزئیاتی رو نمیدونیم از این حمله، نمیتونیم خیلی گمانه زنی بکنیم که دقیقاً چرا، با چه نیتی و یا چه کسانی چنین حمله ای رو صورت دادن. خیلی ممنونم ازتون، امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت در کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران. بر اساس جدول میزان شادی یا رضایت از زندگی، مردم فنلاند برای چهارمین سال پیاپی شادترین مردم جهان معرفی شدند. پس از فنلاندی ها هم مردم دانمارک و سوئیس قرار دارند. بر اساس این گزارش که به سفارش سازمان ملل متحد تهیه می شود، افغانستان امسال در قعر جدول قرار دارد و ایران در رتبه 118. فیروزه اکبری آن گزارش می دهد. چه چیزی شما را شاد می کند و لبخند به لبهایتان می آورد؟ داشتن خانواده گرم و صمیمی، داشتن جیبی پرپول تا هر چرا که هوس کردید بخرید، یا داشتن شغل خوب و همکاران خوبتر؟ هر سال گزارشی به سفارش سازمان ملل در مورد میزان شادی و رضایتمندی مردم کشورهای جهان از زندگی منتشر می شود. گزارشی بر اساس معیارهای مختلف از جمله تولید ناخالص داخلی کشورها، میزان فساد، میزان حمایت‌های اجتماعی و نظرسنجی از مردم.
در گزارش امسال فنلاندی ها برای چهارمین سال پیاپی شادترین مردم جهان لقب گرفتند. شرایط اولیه برای زندگی اینجا خوبه. کسی تو خیابون نمیمونه. ما هم آدمای بیکار داریم اما خدمات بهداشتی خوبه که خودش نکته مهمیه. یکی از آخرین چیزایی که من به زبون میارم اینه که فنلاندیا خیلی شادن. بستگی داره که معیار چی باشه. من فکر میکنم این روش باعث برداشت‌های اشتباه میشه. برداشت‌ها هر چه باشد بر اساس معیار و راه و روش محققان، دل مردم این کشور سردسیر همچنان گرم و شاد است. پس از فنلاند، مردم دانمارک و سوئیس در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. گزارش امسال میزان رضایت از زندگی نشان می‌دهد که افغانستان در قعر جدول یعنی رتبه 149 قرار دارد. زیمبابوه و رواندا هم اندکی بالاتر از افغانستان نشستند. و ایران در این میان در رتبه 118 هم است. 31 کشور مانده به قعر جدول. تأثیر شیوع کرونا را هم نباید از نظر دور داشت. مردم در یک سوم کشورهای نظرسنجی شده گفتند که شیوع کرونا باعث برانگیختن احساسات منفی در آنها شده. در مقابل ساکنان 22 کشور گفتند که احساسات خوبی در زندگی روزانه دارند. مثلا در چین، کشوری که بحران کرونا از آن شروع شد. این کشور در سال 2019 در رتبه 94 بود. در رتبه بندی امسال به جایگاه 84 رسید، یعنی افزایش میزان رضایت از زندگی. این زندگی است که جهان فعلا از آن محروم است. دنیا بدون فاصله گذاری اجتماعی، بدون ماسک هایی بر صورت، با آزادی سفر یا با برگزاری جشن و پایکوبی. تولید واکسن های مختلف مقابله با ویروس کرونا امید به بهبود شرایط در سال پیش رو را بیشتر کرده. به سالی کمتر درگیر ویروس کرونا. شاید جدول رضایت از زندگی در سال آینده دست کم از این نظر جدول بهتری باشد. به سلامتی آن روز. فیروزه اکبریان، بی بی سی. چند خبر کوتاه. ترکیه با تایید رئیس جمهوری این کشور از کنوانسیون منع خشونت علیه زنان خارج شد. مقام‌های ترکیه دلیل این تصمیم را اعلام نکردند، اما وزیر خانواده ترکیه گفته قانون اساسی این کشور حقوق زنان را تضمین می‌کند. این اقدام ترکیه انتقاد احزاب مخالف دولت و نهادهای حقوق بشری را به همراه داشته. شورای اروپا همین اقدام را محکوم کرده. آمریکا 10 ایرانی را به نقض تحریم‌های ایالات متحده متهم کرده. وزارت دادگستری آمریکا گفته این افراد طی 20 سال به نمایندگی از دولت ایران معاملاتی انجام دادند که ارزش آنها بیش از 300 میلیون دلار بوده. خرید دو تانکر نفت 25 میلیون دلاری از طریق بیش از 70 شرکت سوری از جمله این معاملات بوده. این افراد به خاطر پولشویی 157 میلیون دلار جریمه شدند. یک آتشفشان در نزدیکی ریکیاویک پایتخت ایسلند فوران کرده. دولت از مردم خواسته از این منطقه دور بمانند و آسمان ایسلند هم به روی تمام پروازها بسته شده. در 4 هفته گذشته بیش از 40 زمین لرزه در ایسلند ثبت شده که در 7 سال گذشته بی سابقه بوده. فوران این آتشفشان تلفات جانی نداشته. تینا و جیمز یک زوج ایرانی کانادایی هستند که یک سال پیش در آغاز قرنطینه کرونا تصمیم گرفتند که فارسی یاد گرفتن شوهر از همسر و آشنا شدنش با موسیقی و غذای ایرانی رو در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارن. حالا بعد از یک سال اونها بیشتر از 500,000 دنبال کننده در شبکه‌های اجتماعی دارن. یک ویدیو هم به مناسبت نوروز برای بی بی سی فارسی فرستادن. سلام به همگی، عیدتون مبارک. من جیمز هستم از کانادا با همسرم تینا. خیلی خوشبختیم. من و جیمز الان یه 8 سالیه که همو میشناسیم و جایی که آشنا شدیم خیلی جای باحالیه، توی پاساژ. توی یه پاساژ که خرید و فروش بود، من اونجا تلفنم خواستم عوض کنم که جیمز اونجا دیدم، اونجا کار میکرد. الانم 5 سال و نیمه که با هم ازدواج کردیم. من و تینا وقتی کرونا شروع شد حوصله‌مون سر رفت. واقعا خیلی حوصله‌مون سر رفت. شروع کردیم کارهایی که از قبل جیمز تو خونه انجام میداد و ریکورد کردیم و گذاشتیم ویدیوهاش روی تیک تاک. وقت شماها خیلی خوشتون اومد. مخصوصا ایرانی ها. یه کباب گناب، یه جای ایران.
اینم از روغن کرمانشاهی شد دورچین و مخلفات. من رفتم ایران. اول که شروع کردیم این ویدیوها رو ضبط کردن فکر کنم حدوداً 1000 تا فالوور داشتیم. الان چقدر فالوور داریم؟ 600,000 تا. و همه نوع ویدیویی هم تا حالا ضبط کردیم. ویدیو غذا ایرانی، ویدیو رقص، ویدیو شوخی کردم به ایرانی. بچه‌ها، only in the Farsi language can you say 19 verbs right after each other and it still makes sense somehow. داشتم میرفتم دیدم گرفته نشسته گفتم بذار بپرسم ببینم میاد نمیاد دیدم میگه نمیخوام بیام بذار برم بگیرم بخوابم What? 19 verbs? چه جوری؟ عزیزم جانم بگو ببینم روز اول از چی من خوشت اومد؟ از صورت قشنگم یا از سیرت قشنگم؟ از اعتماد به نفس قشنگت کنم. اتفاقا جیمز هم میخواست بشکن زدن هم یاد بگیره که ما توی یکی از ویدیوهامون گولتون هم زدیم. بلدی بشکن بزنی؟ خیلی خوب بشکن بزنم. بزن ببینم یک دو سه. اه چه جوری؟ سی؟ خیلی ها ویدیو ما رو لایک میکنند چون من و تینا خیلی هم رو دوست داریم. و فکر میکنم یکی از دلایل دیگه‌ش هم این باشه که ما از دو تا فرهنگ متفاوت هستیم. متاسفانه اولش توی کامنت ها بعضی ها چیزایی نجات پرست میذاشتن ولی الان خیلی خوب شد و امیدواریم که در این سال جدید بهتر و بهترم بشه. عیدتون مبارک. خیلی دوستتون داریم. و در این سال جدید بیشتر گرد بدیم. ممنون که با ما هستید.